چی عواملی باعث دیسک کمر می شود و راه های درمان خانگی دیسک کمر چیست؟ موارد را که در این ویدیو فهرست کرده ام قرار زل می باشند. عوامل تأثیرگذار در ایجاد دیسک کمر. علت دیسک کمر در جوانی چیست؟ راه های تشخیص دیسک کمر. پارگی دیسک کمر چیست؟ درمان دیسک کمر. طرز خوابیدن بیماران دیسک کمر و درمان دیسک کمر با ورزش. امیدوارم شنیدن این معلومات برای شما مفید تمام شود و تا آخر این ویدیو رو دنبال کنید و همچنان لایک کنید و نظر دهید. عوامل تأثیرگذار در ایجاد دیسک کمر. فشار ناگهانی مثل زمین خوردن یا بلند کردن یک جسم سنگین. مثلا سالهای طولانی فرد پشت میز خود می‌نشیند و تدریجا دیسک کمر را تحریک می‌کند. ولی ایجاد هرنی و فتق دیسک کمر بعضی چندین سال رخ می‌دهد. در زمانی که فرد به سمت جلو خم می‌شود یا تنه را به یک سمت می‌چرخاند، دیسک های کمر نیز بیشتر به سمت عقب فشرده می شوند. پس زمانی که فرد به طور مکرر به جلو خم شده یا بارها با چرخش تنه مواجه باشد، احتمالاً فتق دیسک فرد افزایش می یابد. علت دیسک کمر در جوانی چیست؟ دیسک کمر بیماری است که به دو رویش ایجاد می شود. فشار ناگهانی شدید مانند برداشتن اجسام سنگین در حالت خمیده و ضربه خوردن و تصادف، موارد مشابه آن ممکن است در جوانان براحتی ایجاد شود. علت دیگر دیسک کمر فشارهای تدریجی است، مثلا طولانی نشستن و رانندگی طولانی و آرتروز ستون فقرات و فشار زیادی به مفاصل فاس و غیره، که این موارد اغلب علت دیسک کمر در سنین بالاتر می باشند. راه های تشخیص دیسک کمر. تشخیص دیسک کمر چگونه است؟ سوالی که اکثر بیماران دارند. در تشخیص، پزشک معالج از بیماری مبتلا به کمردرد می خواهد که دراز کشیده و پای خود را به صورت عمودی بالا ببرد، تست SLR و معاینه انگشت شست و توانایی راه رفتن روی پنجه و باشنه از مهمترین معاینات در تشخیص دیسک کمر می باشد. تست MRI، تست نوار عصب و عضله در تشخیص دیسک کمر. برای تشخیص دیسک کمر از میلوگرام پرتونگاری نیز استفاده می شود که چندان رایج نیست. تشخیص دیسک کمر در منظر بسیار سخت است، ولی اگر کمر درد دارید که به پا انتشار دارد و صبح که از خواب بلند می شوید کمر درد شما تشدید شده است، احتمالاً دیسک کمر دارید و باید بررسی شود. پارگی دیسک کمر چیست؟ همه افراد دارای غضروف به نام دیسک در بین ستون فقرات خود دارند و بیماری دیسک کمر در واقع عمدتاً به فتق و همراه پارگی دیسک کمر در لایه خارجی آن اطلاق می شود. درمان دیسک کمر. درمان های بدون جراحی و درمان غیر جراحی پارگی دیسک کمر. نحوه استراحت برای دیسک کمر چگونه باید باشد؟ استراحت مطلق. در مرحله اول درمان دیسک کمر فرد باید استراحت کند. البته منظور چند ماه استراحت نیست، بلکه ابتدا استراحت مطلق 3 روز، بعد استراحت نسبی و انجام فعالیت های روزانه و گونه ای که متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و بیمار آموزش می دهد. طرز خوابیدن بیمار دیسک کمر. در مرحله حاد بسته به شرایط بیمار دارد، ولی بهترین روش صحیح خوابیدن بیماران کمردرد و دیسک کمر، خوابیدن تاق باز با یک بالش زیر زانو و دومین حالت مناسب، حالت جنینی با یک بالش بین زانوهاست.
راه های درمان جدید دسک کمر، بستگی به سن، جنس و میزان بیرون زدگی ماده ژلاتینی و میزان پیشرفت بیماری و علایم مانند بی اختیاری ادرار و مدفع بستگی دارد، ولی در مراحل اولیه مرتبط با میزان درد نیست. سیستم های پیشرفته طبی و توانبخشی در کنترل علایم دسک کمر بسیار مؤثر می باشند، اما درمان دسک کمر بدون جراحی کمتر ممکن است. دسک کمر بدون رعایت نکات آموزش داده شده و بیمار و انجام ورزش صحیح و شیوه درست کنترل نمی شود، اگر هم کنترل شود مجدداً حل خواهد کرد. درمان های بدون جراحی دسک کمر: تبی سوزنی با روش های غربی، تخت دکامپریشن به عنوان یکی از پیشرفته ترین ابزار درمان دسک، اوزونتراپی، فیزیوتراپی، ورزش، ماساژ، تزریق اپدورال، کمربندهای طبی، رفلکسولوژی، RF یا رادیو فرکانسی. درمان دسک کمر با ورزش: قدم اول برای درمان دسک کمر با ورزش تقویت عضله ورزش استاتیک می باشد که همه می توانند انجام دهند. اما افرادی که کمر درد و خصوصا دسک کمر دارند و یا دردهای سیاتیک با انتشار به پا دارند، باید ورزش را زیر نظر پزشک متخصص آموزش ببینند، چی بسا بعضی از ورزش ها مشکل سیاتیک و فتح را تشدید میکنند. ورزش اول در درمان و پیشگیری از دسک کمر: در این ورزش بیمار دراز میکشد، پاهای خود را جمع میکند و کمر خود را به پایین فشار می دهد. برای 10 ثانیه این ورزش را انجام می دهد. ورزش دوم کشش عضله می باشد. در این ورزش در شرایطی که دراز کشیده اید، پای خود را روی پای دیگر بیاندازید و در جهت مطابق به شکل از لبه خارجی زانو لگن را بکشید که عضله و محل خروج سیاتیک شما کشیده شود. این کشش را 15 ثانیه نگه دارید و 5 بار تکرار کنید. انجام صحیح این ورزش در کلینیک برای بیماران انجام می شود. از مهمترین ورزش های کنترل علایم دسک کمر در پاها می باشد. اگر این ورزش کلیدی دسک کمر اشتباه انجام دهید، درد شما تشدید می شود. ورزش سوم دسک کمر از جمله ورزش های سری مکنزی می باشد. در شرایطی که روی شکم خوابیده اید و زیر آن بالش گذاشته اید، سر و گردن مطابق شکل بالا بیاورید و 10 ثانیه نگه دارید. کمی صبر کنید. اگر با این ورزش احساس آرامش در کمر و پای خود داشتید، 10 مرتبه دیگر این ورزش دسک کمر را ادامه دهید. لطفاً در این ورزش دقت کنید، فقط بسن بچرخد ولی کمر از روی زمین بلند نشود. ورزش چهارم دسک کمر: پای خود را مطابق شکل در شکم خود جمع کنید و هر طرف را 10 ثانیه بکشید. 10 مرتبه تکرار کنید. در این کشش محل اتصال کمر به لگن باید کشیده شود. قدم بعدی در ورزش های دسک کمر: ورزش های داینامیک حرکتی می باشد که بیشترین تأثیر را در تقویت عضلات و اطراف آن دارد و این شیوه مانع کمر درد می شوند. شامل شنا، راه پیمایی در سطوح غیر شیبدار و غیر ناهموار و دوچرخه ثابت دارای پشتی کمر می باشد. متذکر می شوم این ورزش ها باید بعد از ورزش های استاتیک در بالا توضیح دادم انجام شود و به این طریق عضلات اطراف دسک کمر دوباره بازسازی شده و قوی خواهد شد. آب درمانی و راه رفتن در آب برای درمان دسک کمر دارای قوانینی است که اگر اجرا نشود ممکن است مشکل شما را تشدید کند و به این طور مختصر تا زمانی که متخصص طب فیزیکی به شما اجازه نداده است شنا نکنید و بیش از 1 ساعت در استخر نباشید. تشکر از توجه و همراهی شما. شاد و بهروز بمانید.